پیشاهنگان روشنگری در ایران با پیشوایان استبداد ستیز، آزادی خواه، خراف ستیز و عدالت خواه ایران آشناتر شوید. برنامه در رادیو مانی با تدوین و گویش میرزا آقا عسکری مانی. شاید بسیاری از شما با نام خانم مری بویس آشنا باشید. این بانوی پژوهشگر بزرگ آمریکایی که همین دو سال پیش از جهان رفت، درباره زرتشتیان و تاریخ زرتشت، آیین زرتشت و گاتاها، یسنها، وندیداد، اوستا و متون زرتشتی پژوهش‌ها و مطالعات فراوانی داشته و بعد کتاب‌های گوناگونی نوشته که خوشبختانه در سال‌های اخیر بعضی از این کتاب‌ها به زبان فارسی هم ترجمه شده. یکی از این کتاب‌ها نامش هست زرتشتیان، باورها و آداب دینی آنها، که آقای عسکر بهرامی این رو به فارسی ترجمه کرده. در این کتاب ما با باورهای زرتشتی، انشعاباتی که در زرتشتیانی که آیین زرتشت را دین میپنداشتند و مسائلی که بر آنها گذشته است، متونی که از آنها پیدا شده و یافته شده، سخنهای فراوانی گفته شده. اما من برای شما یک نکته کوتاهی در این میانه انتخاب کردم از این کتاب، گرچه براسی سرتاسر کتاب خواندنی است و جالب، اما این تکه کوتاه نشانه از وضعیت فکری، اجتماعی و فرهنگی ما ایرانیان و مسلمانان ایرانی، شیعیان در ایران با هموطنان زرتشتی شونه. میدونیم که زرتشتی هایی که هنوز زرتشتی هستند تنها گروهی از ایرانی ها هستند که 1400 سال در برابر دین اسلام پایداری کردند، تمام ذلت ها، خاری ها، آوارگی ها و بدبختی ها رو تحمل کردند برای اینکه میخواستند ایرانی بمونند با باورهای ایرانیشون. اما ما شیعیان به هر حال تسلیم شدیم و نه تنها تسلیم شدیم، بعد بسیاری از ما خود به عامل سرکوب هممیهنانمون که صاحبان واقعی ایران هم هستند، چون رگ و ریشه عربی ندارند، سید نیستند، کربلایی نیستند، حاج آقازاده نیستند، اینها رو در واقع چقدر آزرده ایم. بگذاریم. خانم مری بویس در صفحه 245 کتاب زرتشتیان می نویسه که در حالی که پارسیان در هند پیشرفت می کردند و گسترش می یافتند، برادران ایرانی آنها که به گونه اسفبار تعدادشان فرو می کاست در رنج بودند. زندگی آنان همواره دشوار بود، ولی خطرناکترین اوقاتشان پیوسته زمان میان مرگ یک پادشاه و به تخت نشستن پادشاه دیگری بود، یعنی هنگامی که هیچ قدرت محلی، یک قدرت محلی رسمیت یافته وجود نداشت. در این زمان در یزد و کرمان متعصبان و اوباشان به یکسان بر سر زرتشتیان می‌ریختند، با آنان بدرفتاری می‌کردند و حتی برخی از ایشان را می‌کشتند و اموالشان را می‌دزدیدند و به ویژه کتاب‌هایشان را می‌گرفتند و می‌سوزاندند. همان بلایی که امروز شیعیان در ایران بر سر بهائی‌ها، به گفته خودشون کفار، بیدین‌ها، کمونیست‌ها و دگرندیشان می‌آورند. خانم مری بویس ادامه می‌دهد: در این زمان مسافرت رسماً برای آنان ممنوع بود، یعنی زرتشتی‌ها که زادگاهشون ایرانه، صاحبان ایران هستند، نیاکانشون ایرانی بوده، در ایران زیر سلطه اسلام سرخ علوی اجازه سفر نداشتند. مسافرت رسما برای آنان ممنوع بود، یعنی دولت و حکومت و
و مراکز دینی ممنوع کرده بودند. ولی در سال 1796 میلادی یک کرمانی تصمیم گرفت همراه دختر زیبایش که گلستان نام داشت و در معرض خطر تجاوز از سوی اراذل اوباش بود به بمبئی بگریزد. این دختر در بمبئی همسر فرامجی پندای بازرگان شد که به خاطر وی به تن و اندیشه و پول به دیگر ایرانیان فراری کمک کرد. به سال 1834 میلادی پسر ارشد آنها صندوقی برای کمک به پناهندگان ایرانی به هند به راه انداخت و 20 سال بعد پسر دیگرشان نیز به تأسیس انجمن بهبودسازی وضعیت زرتشتیان در ایران کمک کرد. یکی از نخستین فعالیت‌های این انجمن فرستادن نماینده‌ای به ایران بود و خوشبختانه قرعه فال به نام مانکجی لیمیجی هاتریای دلیر افتاد. مانکجی تاجر خرده پا بود که در هند بسیار سفر می‌کرد و به دین و جامعه زرتشتی وفادار بود. وی شخصی متکی به نفس و مستعد بود و کاردانی و شکیبایی لازم برای مذاکره به نمایندگی از سوی همکیشان ستم دیدهش را داشت. مانکجی ابتدا از اینکه آنها را این چنین کم شمار یافته بود، یعنی تعداد زرتشتی ها را کم شمار یافته بود، دلسرد شد. وی در گزارشی که به سال 1854 میلادی به انجمن داد شمار دقیق زرتشتیان را چنین گزارش کرد: 6658 نفر در یزد و روستاهای اطراف آن، فقط 450 نفر در کرمان و هومه، 50 نفر در پایتخت یعنی تهران و تعداد کمی هم در شیراز. در همان دهه تعداد پارسیان بمبئی 110544 نفر یعنی 20% جمعیت شهر بمبئی برآورده شده بود و نیز 20000 نفر در سورات و احتمالاً 15000 نفر در بقیه گجرات و دیگر مناطق پراکنده در هند بودند. با این همه ایرانیان علی‌رغم همه چیز همچون پارسیان هند روحیه و پایبندیشان را حفظ کرده بودند. همین که مانکجی توانست اندکی از فشارهای وارده بر آنان بکاهد، اکابر یا بزرگان آنان همراه وی دست به کار بازسازی آتشکده‌ها و دخمه‌های ویران شدند، چرا که آنها از این کار منع شده بودند، یعنی اجازه نداشتند آتشگاه داشته باشند یا آتشکده های ویران رو آباد کنند و برای مردگانشون دخمه های درست کنند و هرچه آنها توانستند برای تهیدستان انجام دادند. یک نوآوری جسورانه که بومیان مسلمان آن را بسیار تقبیح می کردند، تأسیس مدارس آموزش به سبک غربی برای زرتشتیان بود. مانکجی این فعالیت‌ها را در سال نخست ورودش در ایران انجام داد و دیری نگذشت که به کمک صندوق‌های خیریه پارسی در یزد و کرمان و بسیاری از روستاهای زرتشتی مدارس ابتدایی تأسیس شد و به سال 1865 میلادی یک مدرسه کوچک شبانه روزی هم در تهران گشایش یافت. مانکجی از رشد این جماعت کوچک در پایتخت حمایت کرد. چه زرتشتیان در آنجا کمتر از مراکز قدیمی که علیهشان تعصب شدید جریان داشت در رنج بودند. مانکجی علیه هر گونه تعدی مبارزه کرد و برای مثال کوشید قاتلان زرتشتیان محاکمه شوند. وقتی هم موفق شد کیفر قاتلها، یعنی اونایی که زرتشتیان رو میکشتن، معمولا بسیار سبک بود، چرا که از نظر اسلام مرگ کافر عواقب چندانی نداشت. ولی هدف اصلی که
وی سالها آن را پی گرفت برانداختن جزیه بود، یعنی باجی که زرتشتی ها به علت اینکه زرتشتی مانده بودند باید به حکام ایران و به آخوندها میدادند، بهش میگفتند جزیه. سرانجام به سال 1882 میلادی تلاش های وی به بار نشست و شادی بی پایان و قدرشناسی ایرانیان را موجب شد. با این حال هنوز هم بسیاری از تبعیض‌ها و آزارهای محلی وجود داشتند، ولی از این مرحله آنان نیز از رهگذر تجارت همان سیر سعودی موفقیت مالی را آغاز کردند که پارسیان در هند پیش از آنان آغاز کرده بودند و نظیر آنها استعداد و سخت کوشی و نیز آوازه درستکاری ایشان بسی به ایشان کمک کرد. چندین دهه پیش از این روحانیان ایرانی، یعنی روحانیان زرتشتی، در واقع پنهانی به بمبئی می رفتند. در دهه 1860 میلادی تحمورس انکلساریا با آنها معاشرت بسیار داشت و از آنان فارسی و دری می آموخت. بعدها که وی روی ویرایش متن پهلوی دادستان دینی کار میکرد، از دوستی ایرانی به نام معبد خدابخش فرود خواست تا پرسجوهایی در موقع آمدنش به ایران برای تهیه دستنوشته های این اثر انجام دهد. در کمال شگفتی وی، خدابخش چند سال بعد آمد و دستنوشته هایی نه فقط از آن اثر بلکه از نامه های منوچهر، گزیده های زادسپر، یک روایت پهلوی، بخشی از مادیان هزار دادستان، نسخه بلندتری از بندهش و نیرنگستان را هم با خود آورد. باری این بخش از سخن خانم مری بویس را به پایان میبرم تا باز به یک بخش توجه برانگیز دیگری از ستمی که این بار نه توسط خود ایرانیان بلکه توسط افغانستانی ها بر سر زرتشتیان آمد برای شما بخوانم. سنگری محبوب خود را در بری، محبوب ما ایران ما، نام خوشش در جان ما، محبوب ما ایران ما، نام خوشش در جان ما. خب شما در تاریخ خواندید که آخرین پادشاه صفوی شاه سلطان حسین که یک پادشاه متعصب شیعی بود و اصلا صفویان با زور شمشیر شیعه را بر ایران حاکم کردند، یک پادشاه بسیار خوشگذران، بی ارزه و خرافی بود. حتی وقتی که ارتش افغانستان، محمود افغان، به ایران حمله کرد، به در دروازه های پایتخت که اصفهان بود رسید، به شاه سلطان حسین در دربار که در میان زنانش نشسته بود گفتند که افغان ها تا دروازه شهر آمدند، چه باید کرد؟ شاه سلطان حسین گفت هنوز که به درون شهر نیامدند. حال ببینیم در این زمان چه اتفاقی برای زرتشتی ها افتاده. زرتشتی ها در اون زمان اجازه نداشتن در داخل شهر زندگی کنند، در داخل شهرها، بلکه شهرهای ایران مانند کرمان و اصفهان و دیگر شهرها حصار دور خودشون داشتند، خندق داشتند و معمولا زرتشتی ها رو در اون حصار که قسمت اصلی شهر بود راه نمی دادند و اینها در حواشی شهرها برای خودشون یک محله های درست میکردند و در درون خودشون زندگی میکردند. خانم مری بویس در کتاب زرتشتیان
می نویسد به سال 1719 میلادی افغانان به ایران یورش آوردند. آنان سیستان را در نوردیدند و نامنتظره کرمان را ساقط کردند. کوی زرتشتیان موسوم به گبر محله خارج از حصارهای شهر بود و ساکنانش از مرد و زن و کودک تقریبا همگی از دم تیغ مهاجمان افغان گذشتند. یک بار دیگه این جمله رو میخونم. کوی زرتشتیان موسوم به گبر محله خارج از حصارهای شهر بود و ساکنانش از مرد و زن و کودک تقریبا همگی از دم تیر مهاجمان گذشتند، یعنی زرتشتی ها رو قتل عام کردند. دستوران دستور و دیگر بزرگان زرتشتی نزدیک آتش بهرام که یکی از آتشکده ها بود در داخل شهر و در زیر نظر اولیای مسلمان شهر زندگی میکردند. یعنی بزرگان زرتشتی و معبدانشون در داخل شهر توی آتشکده و زیر نظر آخوندها زندگی میکردند و بدینسان جان سالم به در بردند، ولی این شمار اندک نتوانستند کار چندانی برای جنازه ها بکنند جز اینکه آنها را با هم به دشتی ببرند و دورشان را دیواری گلین بکشند. در ویرانهای گبر محله که دیگر هرگز باز سازی نشد هنوز میتوان این دخمه موقت را دید. خب این هم ستم یک قوم دیگر مسلمان که از افغانستان به ایران آمدند و نخستین و گسترده ترین قربانیانشون زرتشتی ها بودند. البته بعدن شهرهای دیگری را گرفتند و تاریخ را خواندید که میدانید پادشاهان بعدی آمدند و مردم کرمان را، یعنی پادشاهان قاجار در واقع تمامی مردم کرمان را کور کردند. بله تمامی مردم کرمان را کور کردند. این از داستان زندگی ملتی که تاریخ نشان میدهد یک روزی روزگاری تمدن داشته و بعد به اصطلاح امروز آراسته شده به فرهنگ و تمدن اسلامی، و این است نشانهایی از فرهنگ و تمدن اسلامی. باری از این کتاب میگذرم و برای همه همیهنان زرتشتیمون آرزوی موفقیت و پیروزی دارم در میان بقیه ایرانیانی که گرچه نامهاشون عربی شده یا ناخواسته یا خواسته آیینشون شیعه شده، اما ایرانی هستند و همیهنان زرتشتی خودشون رو هم دوست می‌دارن.